با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. تیغ زدن ایرانی ها توسط گوگوش حسابی جنجالی شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. اقدام عجیب گوگوش، خواننده مشهور کشورمون، در برگزاری یک کنسرت در آمریکا سوژه کاربران در فضای مجازی شد. گوگوش خواننده مشهور در اقدامی عجیب کنسرتی قراره برگزار کنه که قیمت بلیت اون از مشاهیر دنیا و همچنین خواننده های مشهور و درجه اول دنیا هم گرانتره. این در حالی است که بسیاری از کاربران در فضای مجازی گفتن منظور ما این نیست که اجرا و صدای خانم گوگوش از خواننده های مطرح دنیا پایین تره. نه، منظور به لحاظ قیمتیه که قطعا نباید قیمت کنسرت خانم گوگوش از خوانندگان مشهور دنیا بیشتر باشه. قیمت پایه کنسرت گوگوش 1500 دلار و اگر باهات سلام و علیک کنه 2500 دلار باید پول بدی که همین قضیه مورد انتقاد کاربران قرار گرفته و بسیاری از طرفداران گوگوش حتی به او انتقاد کردند و گفتند چرا باید قیمت کنسرت خانم گوگوش انقدر بالاتر از قیمت کنسرت خوانندگان مشهور دنیا باشه. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه های خانم گوگوش. فائق آتشین با نام هنری گوگوش وارد عرصه خوانندگی شد. او یکی از خواننده های مشهور و مطرح کشورمونه که هنرپیشه هم بود. در سالهای دهه 70 گوگوش رو به عنوان شاه ماهی موسیقی ایران میشناختند. پس از بازگشت گوگوش به آمریکا او دوباره با همین لقب معروف شد. اما میپردازیم به رازهای ناگفته زندگی خانم گوگوش. یکی از پر ابهام ترین نقاط زندگی خانم گوگوش زمان تولد ایشونه. بر اساس آن مطالبی که در فضای مجازی منتشر شده، شناسنامه کوچک شده یه خانم فائق آتشین حکایت از اون داره که خانم گوگوش متولد 18 بهمن ماه 1329 در تهران هستش. اما اطلاعات ثبت شده در شناسنامه فعلی ایشون نشون میده که کامبیز فرزند مشترک خانم گوگوش و آقای محمود قربانی کابارهدار معروف تهران در سال 1347 به دنیا آمده. با این حساب حداقل هنگامی که خانم گوگوش 17 سال بیشتر نداشته ازدواج کرده و باردار شده. و بسیاری از دشمنان و منتقدین خانم گوگوش اعلام کردند که خانم فائق آتشین یا همون خانم گوگوش خودمون سال 1323 متولد شده. این در حالی هستش که همین منتقدا خودشون اگر به شناسنامه پدر بزرگا و مادر بزرگاشون یا حتی پدر و مادرشون یه نگاهی مینداختن متوجه قضیه میشدن که در زمان قدیم شناسنامه بسیاری از افراد بزرگتر از سن واقعی خودشون بوده و یا همینطور کوچیکتر. اونم به خاطر این بوده که در اون زمان مشکلاتی وجود داشته که والدین بچه ها تشخیص می دادن که در واقع سن بچه ها رو یا بزرگتر بگیرن یا کوچیکتر. اما ادعای عجیب زنی که ادعا می کنه فرزند پنهانی شاه و گوگوش هستش. شادی پهلوی، دختری که ادعا میکنه فرزند پنهانی شاه و گوگوش هستش و میگه حاضره تا با آزمایش DNA هم ادعای خودش رو اثبات کنه. شادی پهلوی در پیج اینستاگرام خودش ماجرای تولد خودش رو از زبان سرپرستان ساواکی خودش این چنین تعریف کرده. دلیل واقعی دستگیری مادرم گوگوش توطئه بر علیه ولیعهد بود، چون اگر من پسر به دنیا می اومدم موازنه های قدرت پشت پرده زیادی هم به هم می ریخت. مادرم بعداً با وساطت غلامرضا پهلوی از زندان آزاد شد. در اون زمان در ایران به دلیل سانسور ساواک جز اعضای محرم و داخلی دربار و ساواک و اعضای خانواده حقیقی فرع دیبا که من به دست اونها سپرده میشم، کسی از مردم عادی کشورم از تولد دختری بین فائق آتشین و محمد رضا پهلوی خبردار نشده بود و من به بقیه کوه اسرار پدرم و خانواده او ملحق شدم. شادی پهلوی در ادعاهای خودش گفته مادرم فائق آتشین کمی پس از تولد من به دستور ساواک و برای جلوگیری از پخش هر نوع شایعه‌ای مبنی بر زایمان او از محمد رضا پهلوی
با همین شریک اخاذی مالی خود یعنی محمود قربانی ازدواج میکنه و بار دیگر به دستور ساواک و برای واقعی نشان دادن ازدواج خودش با قربانی، فرزند بعدی خودش یعنی کامبیز قربانی رو حامله میشه. من از سرپرستان ساواکی خود شنیده بودم که فرح برای انتقام از تولد من و همدستی مادرم در نقشه کودتای داخلی اسدالله علم نقش داشته. این زن که خودش رو شادی پهلوی معرفی کرده و ادعاهای توطئه‌آمیزی بر علیه خانم گوگوش و شهبانو فرح دیبا داشته این چنین میگوید: فرح در روز زایمان مادرم گوگوش مأمور به بیمارستان فرستاده بود و اونها بلافاصله پس از تولد کامبیز با دستگاه اتصال قلب شوک به سر کامبیز وارد می کنند. کامبیز به این دلیل امروز کند ذهنه و لقب عقب مونده گرفته. شادی پهلوی مدعی شده من به برادرم کامبیز قربانی بارها پیام دادم و گفتم برای آزمایش دی ان ای به ترکیه بیاد تا داستان خودش رو ثابت کنه. او همچنین آرزو کرده روزی با مسلسل گوش رو در جمع هواداراش بکشه. اما یکی از ادعاهای عجیب و غریب راجب خانم گوگوش، ازدواج گوگوش با آقای مهرداد آسمانی خواننده مشهور لس آنجلسی بود. محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوش در یکی از ویدیوهاش اعلام کرده بود که مهرداد آسمانی که دوست صمیمی پسرش کامبیز قربانی بوده رابطه نزدیکی با گوگوش داشته، به طوری که تمام اموال گوگوش رو یه جا بالا میکشه و سر خانم گوگوش حسابی کلا میذاره و از لطف و محبت کامبیز قربانی سوء استفاده میکنه و در نهایت با مادر کامبیز یعنی خانم گوگوش میریزه روهم و به کامبیز خیانت میکنه. حتی محمود قربانی به این نکته هم اشاره کرده بود که هم من و هم گوگوش به خاطر اینکه مهرداد دوست صمیمی پسرمون کامبیز بود مثل پسرمون ازش حمایت میکردیم و همیشه هواشو داشتیم، تا جایی که مهرداد آسمانی از روی کلاهبرداری و خیانت هر روز و هر روز به گوگوش نزدیکتر از کامبیز می شد و خلاصه جایی تو دل گوگوش باز کرد و با گوگوش رابطه برقرار کرد و به کامبیز خیانت کرد و تمام اموال گوگوش رو بالا کشید. این در حالی هستش که خود آقای مهرداد آسمانی در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای داشت به این نکته اشاره کرد که گوگوش مثل مادر من بود و من هیچ رابطه‌ای با اون نداشتم و همیشه از خانم گوگوش به عنوان بزرگترم و مادرم یاد می‌کنم. حتی مهرداد آسمانی به این نکته هم اشاره کرد: من چطور میتونم با زنی که همسن سال مادرم هستش رابطه برقرار کنم؟ و متاسفم برای محمود قربانی که این شایعات رو به وجود آورده. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و نظراتتون رو راجع به حاشیه های زندگی خصوصی خانم گوگوش در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتما با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.